در این قسمت صحبت ما روی جمع و تفریق عددهای گویا هستن. بچه عزیز توجه بکنید، میگه همواره باید مخرج مشترک بگیریم. مثال منفی 3 هشتم منهای منفی 1 بر روی منفی 3. چند تا منفی داریم؟ 3 تا. تعداد منفی ها فرده، پس حاصل این میشه منفی. به عبارتی دیگه منفی رو منفی میشه مثبت، مثبت در منفی میشه منفی. پس میگم منفی 3 هشتم منهای مثبت 1 سوم. به عبارتی دیگه منفی 3 هشتم که همین هست، این دلیل میشه منفی چند؟ 1 سوم. حالا مخرج مشترک با 24 میگیرید. بچه عزیزی همتون بلدید مخرج مشترک گیریو. یکی روشاش این بود که صورت مخرج رو تو 3 ضرب کنیم، صورت مخرج رو تو 8 ضرب کنیم. یکی روشاش اینه 24 تقسیم بر 8 کن میشه 3، تو بالایی ضرب کن 3 تا میشه 9 تا. 24 تقسیم بر 3 کن میشه 8، تو 1 ضرب کن میشه 8 و در نهایت جواب میشه منفی 17 24. تذکر، برای جمع و تفریق دو عدد مخلوط میتوانیم ابتدا قسمت‌های صحیح و سپس قسمت‌های کسری را با هم جمع و تفریق کنیم و در آخر حاصل‌ها را با هم جمع می‌کنیم. ببین چی میگه؟ این نکته رو دقت بکنید. منفی 51/7 رو من چطوری میتونم بازش بکنم؟ بچه ها، یک عدد مخلوط اگه پشتش یک عدد منفی بود من باید چی کار کنم؟ میگه این دوتا رو قشنگ با فاصله بنویس 5 1/7. این منها رو هم به این بده هم به این بده، میشه منهای 5 منهای 1/7. پس منهای 5 منهای 1/7 همون منفی 5 1/7. درسته؟ حالا بیم جا مثال، حاصل جمع 2 3/5 به علاوه 3 1/4 رو به دست بیاری. ببینید چقدر راحته. میگه چیکار میکنیم؟ میگه میتونید عددهای مخلوط، عددهای صحیح رو، قسمتهای صحیحش رو با هم در نظر بگیرید، اونایی که صحیح نیستن هم با هم در نظر بگیرید. پس میگیم چی؟ 2 با 3 چند میشه؟ میشه 5. بین 4 و 5 مخرج مشترک 20 رو میگیرم که 20 تقسیم بر 5 4 4 3 تا 12 و 20 تقسیم بر 4 5 5 1 5 تا که جواب میشه 5 به علاوه 17 20. به عبارت دیگه 5 و 17 20 میتونیم با فاصله بنویسیم 5 جدا 17 20 جدا، چون 5 عددش مثبته هر دوشون مثبت میشه. میگه مثبت پشت 5 رو ما حذفش کردیم. به همین راحتی. مثلا حاصل جمع منفی 2 1/2 به علاوه 1 1/3 رو به دست بیارید. روش اول. ببینید بچه ها، من میام این منفی رو توی هر دوی اینها تأثیر میدم. 2 با 1/2 جداگانه می نویسم. منها رو هم برای 2 در نظر می گیرم هم برای 1/2 در نظر می گیرم. به علاوه 1 1/3، 1 رو اینجا دارم 1/3 هم اینجا دارم، چون مثبت مثبت هم برای 1 هم برای 1/3. حالا میام منفی 2 رو با مثبت 1 کنار هم قرار میدم، قسمت های صحیحش رو. منفی 1/2 رو با 1/3 کنار هم قرار میدم. پس مثل همون دفعه اول قسمت های صحیح کنار هم، قسمت های کسری هم کنار هم قرار میگیرم. ولی اشتباه نکنید. یه وقت ممکنه شما چنین اشتباهی رو انجام بدی، بگی آخه چرا یه دفعه اینو نوشتی؟ همون اول می نوشتی. دقت کنید، بعضی ممکنه اشتباه کنن، بیان منفی 2 رو با مثبت 1 قرار بدن کنار هم، بعد 1/2 رو با 1/3 کنار هم. اینجا 1/2 علامتش منفی ها، حواست باشه. پس خواهشن اگر عدد مخلوطی ضریبش منفی بود، اول منفی رو اعمال کن بعد تفکیکش کن. پس منها هم برای 2 هست هم برای 1/2. این 1
مثبت دیگه، هم برای اینه هم برای اینه. پس اینو با این در نظر میگیری، اینم با این در نظر میگیری. علامت منفی رو خواهشن از دست ندید، حواسمون باید باشه. خب چیکار میکنیم؟ منفی دو با یک میشه منفی یک، این دوتا رو مخرج مشترک میگیرم میشه منفی سه به علاوه دو، میشه منفی یک به علاوه منفی یک ششم. منهای یک رو مینویسم، مثبت در منفی میشه منفی یک ششم. هر دوشون منفی هست، اینه میتونم بنویسم چی؟ منفی یک و یک ششم. چقدر راحت شد. منها هم برای یک هم برای یک ششمه. اینه حواستون باشه. پس این روش اول. توی روش دوم میم چیکار میکنیم؟ از همون خاصیت ضرب و جمع استفاده میکنیم. دو رو دو دو ضرب میکنم میشه چهار، چهار رو با یک جمع میکنم میشه پنج، منفی هم پشتش میشه منفی پنج دوم. حواستون باشه نگید دو ضرب در منفی دو میشه منفی چهار، منفی چهار به علاوه یک میشه منفی سه. نه، اصلا با علامت منفی کاری نداریم. دو دو تا چهار، چهار با یک میشه پنج تا. بعدی یک سه تا، سه تا سه با یک میشه چهار، میشه به علاوه چهار سوم. مخرج مشترک بگیرم شش میشه منفی پونزه به علاوه چند هشت میشه منفی هفت ششم. حالا میگه هر وقت اینطوری شد شما مخرج رو توی صورت بنویس. الان صورت چیه بچه ها؟ هفت. من میتونم به جای هفت بنویسم شش به علاوه یک، یعنی شیشو بذارم بالا، چند تا کم دارم تا هفتا؟ یه دونه. اینطوری میتونم بنویسم. دقیقا مخرج رو بردم بالا نوشتم، هر چقدر کم داشتم اضافه کردم بهش. حالا شیش تقسیم بر شیش میشه یک، یک تقسیم بر شیش میشه یک شیشم. با منفی کاری ندارم. شیش تقسیم بر شیش میشه یک، یک تقسیم بر شیش میشه چند؟ یک شیشم. جواب میشه منفی یک و یک ششم. دقیقا مثل همین بالایی، هیچ فرقی نکرد. تذکر، اگر یک عدد صحیح و یک عدد مخلوط در کنار هم بودن و هم علامت بودن، فقط کافی است عدد صحیح را با ضریب عدد مخلوط در کنار هم بنویسی. ببینید چی میگه. میگه حاصل جمع چهار به علاوه سه و یک پنجم رو به دست بیارید. روش اول، این عدد صحیحه، این عدد مخلوطه، این دوتا رو با هم جمع کن کنار این کسر قرار بده میشه هفت و چند؟ یک پنجم. به همین راحتی. حالا روش دوم چی میگه؟ میگه این کار انجام بده، این چهار همون چهار یکمه، فرق نمی کنه که، به علاوه سه و یک پنجم. چهار یکم رو می نویسم، اینو تبدیل میکنم به کسر، 5 3 تا 15 با 1 میشه 16 پنجم. مخرج مشترک بگیرم میشه 20 به علاوه 16 کلا میشه 36 چندم پنجم. 36 رو من بنویسم 35 به علاوه 1، یه عددی از تو این در میارم بیرون که به 5 بخش پذیر باشه. مثلا سوال قبلی 7 ششم بود، از هفت من یه عددی رو خارج میکنم که به شیش بخش پذیر باشه، همون خود شیشه. تا هفت چند تا فاصله داشتیم؟ یه دونه، به علاوه یک میکردیم. اینجا سی و شیش، سی و پنج داشت به پنج بخش پذیره، منظورم عدد سی و پنج به پنج بخش پذیره، بعد یک رو جدا میکنم، پس سی و شیش همون سی و پنج به علاوه یک. سی و پنج تقسیم بر پنج میشه هفت، یک تقسیم بر پنج یک پنجم میشه هفت و یک پنجم. به همون راحتی. یعنی بدونی که من بخوام از این راه برم، فقط میام این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنم کنار این عبارت کسری قرار میدم. مثال بعدی، حاصل جمع منفی چهار منهای سه و یک پنجم به دست بیاری. خب منفی هفت و یک پنجم. چرا؟ به خاطر که هر دو هم علامتم. قبلی چی بود؟ چهار به علاوه سه و یک پنجم بود، چهار مثبت بود، سه مثبت بود، میشه هفت. منفی چهار منهای سه و یک پنجم، هر دو منفی هن. علامت هر دو که منفی باشه چیکار میکنیم بچه ها؟ جمعشون رو انجام میدیم، اینجا مینویسیم کنار این عبارت کسری.
حالا میتونیم چیکار کنیم؟ از همون روش قبلی هم بریم، دوباره ضرب بکنیم، جمع بکنیم، مخرج مشترک بگیریم، ساده بکنیم، آخر سر هم به همین میرسیم. تذکر، اگر عدد صحیح و کسر هم علامت نباشند، قبلی هم علامت بود، هر دو مثبت یا هر دو منفی بود، یک واحد از عدد صحیح کم میکنیم، دقت کنیم، و یک کسر واحد در کنار آن می نویسیم و آن را تبدیل به عدد مخلوط می کنیم. بچه دقت کنید، اگر عدد صحیح و کسر هم علامت نباشند، یک واحد از عدد صحیح کم می کنیم و یک کسر واحد در کنار آن می نویسیم و اون را تبدیل به عدد مخلوط می کنیم. یعنی چی؟ مثال، حاصل جمع منفی 6 به علاوه 3 و 1 پنجمو به دست بیارید. ببینید بچه، روش اول ببینید، آیا هم علامتن؟ نه. خب میگه بدین صورت بنویس، با منفی کاری ندارم و با منفی اصلا کار ندارم، فرض منفی وجود نداره، یه دونه از 6 کم میکنم چند میشه؟ 5. پس یک واحد از عدد صحیح کم میکنم. بچه ها با منفی کار نداریم. و یک کسر واحد هم کنارش می نویسیم. اون کسر واحد هم چنده؟ 5/5. چرا؟ 5 × 5 = 25. 25 به علاوه 5 = 30. 30 × 5 = 6. همون شد، فرقی نکرد. به علاوه چند؟ 3 و 1/5. حالا چی کار می کنیم؟ اینجا چیزی رو که من ننوشتم و از قصد ننوشتم به خاطر این بود که شما حواستون باشه. بچه‌ها این منها رو اگه بخوایم تأثیر بدیم روی این چی میشه؟ این مثبت رو اگه بخوایم تأثیر بدیم چی میشه؟ میشه مثبت 3 مثبت 1/5. اینجا چی؟ منفی 5 منهای 5/5. حواست باشه. یه وقت نیایی بگی منفی 5 رو با مثبت 3 نوشتی تموم شد رفت، بعد 5/5 رو با 1/5 بعد بنویسی منفی 5/5. به خاطر چی؟ به خاطر که این منفی که من دارم هم برای 5 هم برای 5/5. پس اینه، اول شما بازش بکنید، میشه منهای 5 منهای 5/5 به علاوه 3 به علاوه 1/5. پس منهای 5 با به علاوه 3 یه جا، منفی 5/5 با به علاوه 1/5 هم یک جا. خب اولی که میشه منفی 2، اینه که مخرج مشترکش که همون 5 میشه منفی 4/5. خب جواب میشه منهای 2 مثبت در منفی میشه منفی 4/5 هم دارم. حالا میتونم چیکار کنم؟ این منها رو بیارم بیرون، منهای 2 و 4/5. چقدر راحت شد. گفتم که منها هم برای اینه هم برای اینه، میشه منهای 2 منهای 4/5. پس منهای 2 منهای 4/5 همون منهای 2 و 4/5. به همین راحتی. خب حالا بیاین همین سوال رو بچه ها، حاصل جمع منفی 6 به علاوه 3 و 1/5 رو با روش دوم بررسی بکنید. ببین چقدر راحته. مخرج این چنده؟ 1 هست. 5 × 3 = 15 = 1 میشه 16/5. مخرج مشترک چند رو بگیرم؟ 5 رو بگیرم، میشه منفی 30 به علاوه 16. دیگه همه تون بلدید دیگه، 5 × 1 = 5. 5 ضرب منفی 6 میشه منفی 30. 5 × 5 = 1. 1 در 16 میشه 16. صورت میشه منفی 14/5. توی 14 من با منفی کار ندارم، چه عددی به 5 بخش بذیره؟ 10. پس میزن منهای 10 منهای 4. من منفی 14 رو میام تفکیکش میکنم به یه عددی که به 5 بخش بذیر باشه که منفی 10. تا منفی 14 چند تا کم داریم؟ منهای 4 تا بهش اضافه میکنیم. پس منفی 14 میشه منفی 10 منهای 4/5. منهای 10 به 2 میشه منفی 2. 4/5 میشه 4/5. و در نهایت شد منفی 2 4/5. یعنی بدونی که بخوام از خاصیت اون قبلی استفاده بکنم، مستقیم به جواب رسیدم.